بینندگان عزیز، درود بر شما. از استدیوی خبر تلویزیون تیش که همه آخرین رویدادها را به آگاهی شما میرسانیم. یک زندانی سیاسی کرد در اثر شکنجه ماموران اطلاعات جان سپرد. به گزارش مرکز خبر حزب دموکرات کردستان ایران، جلال پورکند اهل روستای برقباران سرپل ذهاب که چندین بار به عناوین مختلف توسط اداره اطلاعات دستگیر شده بود، در اثر شکنجه این ماموران جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش، جلال پورکند شامگاه روز 21 دی ماه از زندان آزاد شده و پس از رسیدن به منزل خود به علت شدت جراحات که در اطلاعات علیه وی اعمال شده بود جان خود را از دست داده است. نشریه روژهلات توقیف شد. روز 21 دی ماه دو هفته نامه روژهلات از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، به گزارش خبرگزاری مکریان، دو هفته نامه کردی فارسی روژهلات، فارسی کردی روژهلات پس از نقض حکم اولیه توقیف از سوی دیوان عالی کشور آن از آبان ماه سال جاری به در مناطق کردنشین انتشار می‌یافت. یکی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا به دادگاه احضار شد. ناهید میرحاج، عضو کمپین 1 میلیون امضا برای برابری زن و مرد و کمیته مادران این کمپین، روز 22 دی ماه به دادسرای انقلاب احضار و تفهیم اتهام شد. در این جلسه اتهامات نسبت داده شده به وی تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات پلیس عنوان شد که هیچ کدام از این اتهامات را مورد قبول واقع نداد. ناهید میرحاج روز 23 خرداد همراه با 8 تن دیگر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در گالری ابریشم تهران بازداشت شد. در آن روز قرار بود به مناسبت 22 خرداد در مقابل دانشگاه تهران تجمع اعتراضی تشکیل شود. دانشجویان مازندران علیه دیکتاتوری در ایران شعار سر دادند. دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به بیکفایتی مقامات رژیم جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی تشکیل داده و در آن شعار دیکتاتور برو گمشو را سر دادند. دانشجویان دانشگاه مازندران با سر دادن این شعار در مقابل معاونت دانشجویی دانشگاه که قصد مقابله با دانشجویان را داشت ایستادگی کردند. در گزارش دیگری از خبرنامه امیرکبیر آمده است، یک شنبه شب بیش از 200 تن از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به زندانی شدن 6 تن از دانشجویان این دانشگاه برای چندمین بار تجمع اعتراضی تشکیل دادند. این تجمع پس از آن آغاز شد که ماموران حراست این دانشگاه قصد داشتند با استفاده از خشونت یکی از دانشجویان را از دانشگاه بیرون بیاندازند و دانشجویان دیگر با مشاهده این اقدام تجمع اعتراضی تشکیل دادند. قابل ذکر است در طی روزهای اخیر 6 تن از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز از سوی اداره اطلاعات بازداشت شدند و تاکنون از وضعیت آنان خبری در دست نیست. قابل ذکر است دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به این اقدامات طی روزهای گذشته تجمعات اعتراضی متعددی تشکیل داده و در آن مرگ بر دیکتاتور سر دادند. امروز 12 ژانویه نیروهای امنیتی پاکستان به مواضع ستیزه‌جویان اسلامگرا هجوم گسترده‌ای را آغاز کردند. به گزارش رویترز، امروز توپخانه ارتش پاکستان در منطقه مهمند دو مخفیگاه ستیزه‌جویان اسلامگرا را مورد تهاجم قرار داد. شامگاه روز شنبه قریب به 600 تن از ستیزه‌جویان اسلامگرا که افراد مرتبط با شبکه تروریستی القاعده نیز در میان آنان بوده است، در مرزهای شمال پیشاور به دو پست مرزی پاکستان هجوم برده و در این میان 6 سرباز و 40 تن از ستیزه‌جویان کشته شدند. همچنین در این درگیری‌ها که ساعت‌ها به طول انجامیده، 7 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. در ماه اوت سال گذشته نیز نیروهای پاکستان در اقدامی مشابه در منطقه مرزی با جاون ستیزه‌جویان را مورد تهاجم قرار داده و طی آن 1500 تن کشته شدند. وزیر امور خارجه آلمان به اسرائیل سفر کرد.
فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در جریان سفر خاورمیانه خود به اسرائیل سفر کرد و روز یکشنبه با مقامات اسرائیلی دیدار نمود. وزیر امور خارجه آلمان در جریان این سفر اعلام کرد آلمان قصد دارد با اعزام تیمی متشکل از کارشناسان امور مرزی و گمرکی به آتش‌بس در نوار غزه کمک کنند. در این دیدارها شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل بار دیگر نیروهای آنها قصد ساقط کردن حماس در منطقه غزه را ندارند و تنها هدف آنها پایان دادن به حملات موشکی علیه اسرائیل است. وزیر امور خارجه آلمان که قبل از سفر به اسرائیل از مصر نیز دیدار کرده بود، پس از بازگشت به آلمان ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس در غزه میتواند محقق شود. در جزایر فیجی وضعیت اضطراری اعلام شد. بر اثر جاری شدن سیل و وقوع طوفان در جزایر فیجی واقع در جنوب اقیانوس آرام وضعیت اضطراری اعلام شد. امروز 12 دسامبر دولت فیجی به علت نامساعد بودن شرایط جوی در این جزایر اعلام کرد به علت نامساعد بودن شرایط جوی در این جزایر 8 تن جان خود را از دست داده و هزاران نفر دیگر محل زندگی خود را ترک گفتند و در برخی شهرهای این جزایر منع آمد و شد اعلام شده است. جاری شدن سیل در جزایر فیجی از روز شبه گذشته و از جزیره ویتیلو آغاز شده و از آن زمان تا کنون 600 تن بی خانمان شدند که به آنها پناه داده شده است. بینندگان عزیز، خبرها را مشاهده نمودید. تا دیدار دیگر، شاد و کامیاب باشید.